بینی ها سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز و علاقمندان چنل یوتیوب کابل فرندز. انشاءالله شما جور و سعادتمند سر حال باشین دور از گزند روزگار. خوشحال هستم یک بار دیگر من مسعود محمدی با جمع همکارانم میزبان شما در این برنامه هستیم. دوستای عزیز، امروز ما در نقطه‌ای که قرار داریم مربوط ناحیه افتم میشه و شیر دروازه. شیر دروازه یکی از جای قدیمی شهر کابل میباشد که قسمت به نام کوه زنبورکشان نیز یاد میکنند و مردم در این منطقه با مشکلات خیلی بزرگ دست پنجه نرم میکردن و مشکلات خیلی بزرگ داشتن. تا به حال را در اینجا کدام آبودی صورت نگرفته بود و مردم با مشکلات خیلی زیاد مقابل بودن، اما خوشبختانه بعد از آمدن امارات اسلامی افغانستان کار روان است و کار هر طرف است و در این قسمت هم فعلا پروژه است و ما هم آمدیم خواستیم تا با شما تصاویر داشته باشیم و گفتنی های راجع به این پروژه داشته باشیم. خب بیننده ما باشید، شما لایک کنید، سابسکرایب کنید، کامنت کنید، باز نظر کنید تا بتونیم برنامه جالب دیدنی خدمت شما تقدیم کنیم. این شما و این هم بسته تصویری از پروژه شیر دروازه شهر کابل. پروژه شیر دروازه است و دیوال استنادی اینجا آماده میشه تا مردم از این مشکلاتی که قبلا داشتن رهایی پیدا کنند. در کنار من خوشبختانه انجینر و کسی که مسئولیت از این پروژه را داره هستن و انشاءالله همراهشان حرفای خود داشتیم درباره از اینکه چگونه این پروژه را شروع کردن و چند فیصد کارشان پیش رفته و انشاءالله چی روند از در کارشان. سلام علیکم انجینر صاحب، وقت بخیر، تشکر از اینکه وقت دادید در این هوای گرم بیایم کنار خودت و میشه در قدم اول خودم معرفی کنی و درباره پروژه تان معلومات ارائه کنی. و علیکم سلام، خوش آمدین به پروژه ما، به کار ما که از کار ما نزدیک دیدن میکنین. اسم ما محمد شریف شرافت هستم، فارغ التحصیل پانزده انجینری کابل سال 2005 و این پروژه ما از پروژه ورلد بنگ است، تعمیل کندش ورلد بنک بانک جهانی است. دست اول به یونپس قرارداد داده شده مثل قبل که میبینین و یونپس از ما از شرکت ما تول برادرز کانفکشن کمپنی از یونپس قرارداد گرفتیم و این پروژه الحمدلله در سر تا سر افغانستان کابل 82 پروژه آنگوینگ روان هستند. این پروژه سرکی که داخلی سرکای بلند کوههای بلند و جایهای بلند که مردم بسیار حالات دشوار زندگی میکنن با وا ساخت ساز شروع کردن و یکی از کوههای بلندی که فعلا شما ایجاد شروع کوه هستین، این کوه به نام شیر دروازه یاد میشه. این سرک 580 متر طول داره و 4 متر عرض داره. ما در دیزاین گرفتیم این سرک سابقا بسیار گل لای لوش و صاحب بسیار سلبر بود، مردم اینجا حتی نفرای عادی رفت آمد کرده نمیتونستن، در روزای باران و طوفان و به چیز بسیار تلفات جانی و مالی مردم دیدن، خانه‌هایشان از بین دست رفتن، بسیار مردم تلفات دادن، شهید دادن.
دیگه قصه میکنن مردم که به صدها نفر اینجا کشته شده از نظر به سیلبردی که جمعه دیگه یونپ خوشبختانه این پروژه را سروی کرد و این ساحه را در پلان خود گرفتن و ما قرارداد با ما دادن و ما کار خود شروع کردیم. این پروژه 6 ماه وقت داره، دیرشن داره و در ضمن 11,000 نفر باید ما کار بدیم. این اشتغالزایی است، در ضمن که سرکشان پخته میشه، پیشروی خانشان از این محل، از این قریه باید ما نفر بگیریم، از این محل باید 11,000 نفر شامل کار خود بسازیم. در این 11,000 نفر هم مسلکی است، هم غیر مسلکی. مسلکی نفرای مسلکی سکیل شکل کار نجار سیمتا و ایار 700 افغانی ما ماش میدیم، غیر مسلکی 6400 افغانی میدیم. در روز 152 نفر دستکجوال کاری ماست، روز 152 نفر ما کار میدیم. در این 152 نفر 33 نفر ما چیز داریم، طبقه اوناس داریم، دختر خانما داریم که همراه ما شانه با شانه در پاکاری و در جالکاری سرکی که پخته میشه و در جایی که مشکلات خانه میباشه که او اعلام میکنن سرک تنگ است، جایش قید است، خانه را تک تک میکنن، در خانه داخل میشن، سرک تان پخته میشه، با این کاریگرا کار میکنن، او تان اعلام نکنیم که مزاحمت میشه، کارهای فلکمینی را با ما انجام میدن، همراه ما کار میکنن و خوشبختانه اینا فعلا ما کار ما 90% تکمیل شده. پروژه ما 5 ماه میشه که شروع شده، دیگه انشالله در 26 می ما شاید برگزاری آغاز چیز افتتاح پروژه می باشیم. کار ما دیگه افتتاح میشه و بعد این پروژه نظر به که باز می بینیم قدم به قدم پیش میریم. بسیار سیلبردهای قوی داره، دامنه کوه است. در اینجا ما مقطع بلچکار مدی نظر گرفتیم که بلچکای قوی قوی جور شوه و کلورت ها به حساب انجینری هم اصلاح انجینری کلورت میگه، مقطعش خوب قوی گرفتیم. 1 متر دیپتش هست، چکوری پلچک هست، 80 سانتی عرضش هست، سرش هم چیز گرفتیم، آرتیسی سلب سیخدار گرفتیم. بخاطر عرور برون مردم موترها رو میبینید که زیان به حد زیاد از سرک سینمای پامیر. این سرک بسیار 10-20% تخفیف میاره به بیروبار سینمای پامیر. موترها بعد از این انشاءالله از این سرک بالا میشن، در سرک باقی قاضی پس پایین میشه، هم فاصله را کوتاه میکنه، هم بیروبار این سرک کم میکنه و دیگه کار ما انشاءالله میبینید که رو به اختتام است و با کوالیتی است. الحمدلله تیز هم است و با کوالیتی است. 4-5 ارگان است سر ما نظارت دارند. وربنگ است، یونپس است، شارواله است، ناحیه است. از 4 ارگان الحمدلله از کمپانی تول برادرز، کمپانی که است این پروژه را گرفته، یک پروژه دیگه هم در ما حسن گوساله داریم، 1 کیلومتر سرک اوج است. دیگه از کار ما راضی هستند. خوشبختانه مردم و اهالی مردم دیگه مردم منطقه بسیار خرسندی نشان میدن، بسیار به طبق با مشوق علاقه پیشوری خانه خود کنکریت میکنن. سلامت باشین، تشکر. نام خدا انجینر صاحب باقیان که ما به وجود شما افتخار میکنم. در یک سوال ما تمام جوابایی که ما میخواستیم ببین دایما میخواست خود درایه کردی. سلامت باشی. مصارفی که بالای از پروژه مد نظر گرفته شده ولبون میپردازن و چقدر از مصارف این پروژه ما 1,30,000 دلار هزینه برداشته و در 6 ماه دیوریشن داره. دیگه بیشتر گفتم دیگه 1,30,000 دلار باید ما 11,000 نفر باید ماش بدیم. بدون از او باز مواد بیاریم، سمت بریم، سرکشان باید بسازیم. و ما در کمپانی تول برادرز سابقه تجربه کاری بیشتر داره، 17 سال تجربه کاری داره در کانسترکشن سرکسازی و این پروژه منافع و چیز نداره، فقط به خاطر خدمت به مردم و هم با همین صدقه جاریه است. همین را فکر کرده که همین سرک به شروع خودشان ساخته میشه بسیار به هزینه کمی، بسیار یک چیزی که ناچیزه این سرک را به عهده گرفتن و جای افتخار به خود دانستن که ما خدمتگار در این حالت دشوار که مردم 11,000 نفر هر فامیل چیز داره 1,10,000 نفر شامل کار میشه. خوشبختانه افتخار به شرکت ما بخشیده شده و ما الحمدلله این مردم کلگی همراه ما چیز از همکار هستن و راضی هستن از کار ما. سلامت باشین، موفق باشین انجینر صاحب. موفقیت بخیر باشین. دوستان عزیز، نام خدا انجینر صاحب تمام سوالات را جواب داد و کارم روان است. عوام گرم است. آفرین به غیرت و شجاعتشان که در این هوای گرم قدلم کردن آمدن به خاطر وطنای ما زحمت میکشن. شما تصاویر از جریان کار ببینیم دوباره بر بگردیم.
شیر دروازه در ناحیه افتون در قلب کابل، جایی که مردم با مشکلات خیلی فراوان دست پنجه نرم میکردن و مشکلات خیلی فراوان داشتن. قبل هم انجینر صاحب درباره مشکلاتشان اشاره کرد. خوشبختانه یکی از بزرگای از این منطقه در کنار ما هستن، آقای صاحب بزرگوار. انشالله با ایشان معرفت هم پیدا میکنیم و از زبان خودشان مشکلات قبلی و سهولت فعلی را معلومات می داشته باشیم. السلام علیکم آقای صاحب بزرگوار، اسم مبارکتان چی است؟ و علیکم السلام، من مولای محمد شریف کریمی او مسکونی از امی یخدان، یعنی در پالی خانه ما تایستاد هستی که ما ششتیم نظارت میکنیم از کار. سلامت باشی، قربانتان، شما بزرگای هستین که رحمت هستین در منطقه. آقای صاحب قبلا چی مشکلات داشتین شما و تا حالا مشکلاتتان چند فیصد حل شده و چطور از روند کار؟ مشکلات تقریبا یک 30 سال شده ما اینجا هستیم. سایه است که یک کوی بزرگ که کوی زنبور چه دیوال چه زنبورک است، نه کم بگی کوی دیوال تاریخی قرار داره. این بسیار کوی بزرگ است، سیلابا داره، آبخیزیا داره. حتی پارسال یک آدم بیخیز سر کوه از خانش سیلاب پران سرگ پخته استاد کرد، اینجا مرد. یعنی به این اندازه سیلابای بزرگ داره، ولی حوادث زیاد در این سایه ما هست. سیلابای بزرگ بزرگ و بسیار مشکلات مردم زیادتر بود. حال فعلا خدا خیرش بده، هر کسی که کوشش کرده، سعی کرده یا سازماندهی کرده میگه و او آمده سرک دینی میجا آمده، الحمدلله کارایشان بسیار موفق، بسیار خوبش. همی کسای مسئولینی از همی چی هستن، از همی کار هستن و کارگران بسیار مخلصانه کار میکنن، بسیار پخته اساسی. ما از پیشان خرسند هستیم و کدام جایی که حتی همی مسئولین با ما گفت اگر کدام جایی که ناقصی هم داشت شما اعتراض کرده میتونستین. یعنی یه قدر برای ما آزادی هم داده و ما با چشم سر خود همینجا نظارت میکنیم. الحمدلله کارهای بسیار خوب است. بعد از این کار چون که جوجه ها معلوم است، آبروی ها معلوم است، آبرقیزی ها معلوم است، بعد از این کار امیدوار هستیم که همه کارهای ما، همه سیلابایی که هست، آبا تقسیم شود در ساعات مختلفه که در اینجا در این ساعت این مشکلات ما رفع شود. شرکت طول برادر، طول برادر این ساعت را گرفته تقریبا از سایی از تا او طرف از چنان داره، از سایی چندول گرفته تا به اینمی ساعت دیگه کارایشان در رخ به تمامی است. سلامت باشین، در برای خدا باشین، بخیر باشین. خب دوستان عزیز، آجی صاحب نظریات خدا دادن و رئیس صاحب شورای محل هم در کنار ما هستن. انشالله از موازنا معلومات داشته می باشیم که قبلا چطور این منطقه از دید دولت، از دید کسایی که مسئولین بودن دور ماند و اکنون پروژه به خیر روان شد و مردم از مشکلات خلاص میشن و به خیر راه حل به مشکلاتشان پیدا شد. رئیس صاحب سلام علیکم، وقتتان بخیر، اسم مبارکتان برای دوستان ما. سلام علیکم، بخیر باشه، زنده باشه. اسم ما سعید جان، رئیس شورای ابی محل یغدان گذرگاه می باشه. خب بسیار خوب. ما باقیان پروژه که آمده شرکت تور برادر است که بدر از اول چندول شروع شده پشت سر امام باقر میگه ختمش نگه میشه که ما شما استاد هستیم که ختم کارش هست که کم مانده کارش فامیده به تمامی برسه. بسیار شرکت فامیده فعال برجسته، بسیار کار فامیده اساسی بنیادی کردن به اینجا سر یک شرکت در اینجا فامیده کار بنیادی کردن. یکی و در زندان یک تعداد جوان های موجه ویکار بودن، دیگه یک تعداد سر کار شد، یک تعداد فامیده بدر واقعتش اینجا بسیار فهمیدم مردم رسیده ای کردن. یک تعداد به نوا و بیچاره و سیاسران هم حتی فهمیدن یک سم بر از اونا دادن، یک تعداد به سرپرست هم اینجا شامل و وظیفه شد از رد دیگه بینیمی چیز کار اساسی ما اینمی قدر شده که تومیج رسیده بخیر این حالا ختم کارش اینمی کم مانده که بخیر ریل تمام کنن دیگه آخر چیز همی هست دیگه. قبلا هم مانا یادواری کرد مولای صاحب که جا فهمید سیدار داشت بسیار آخیزی داشت، اینجا مردم متضرر میشه، خانه مردم زیر او میشه، بسیاریش اینجا مردم بسیار متضرر میشه تزو. حال فضل خدا همه قشید که این خانه اینا میبینی که اساسی از جور شده هزار نگاه جوچهش فامید او برش پرچکاش بسیار به صورت اساس درست اینجا فامید اساس جورش کرد. ما خودم همیجا نظارت داریم، فامید واقعا از اونجا تا اینجا ما نظارت کردم بسیار کار اساسی پخته کرده است. کدام جای هیچ جای فامید بر از اینا فامید ما بگم جای مانده باشه نه دیگه اون تو دمو تناجشان دمو چیزشان 4 متر است. یک جایی که تو تنگ 2 متر می یا 3 متر می بورو در جای جای کم میزنن. واقعا امید امور کار و امید اساسی نکنم. بخیر باشی، قربان شما، بخیر باشی، بخیر باشی. خب دوستان عزیز، شما تصاویر و گفتنی هایی را که
انجینر صاحب ها ارائه کردن با هم دیدیم و شنیدیم. خب دوستا برنامه امروزی خودم به همین جا پایان میرسانیم. تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را به الله بی‌نیاز می‌سپاریم. وقتتان خوش. با این دو آباد باد افغانستان. الله نگهدار.